مانیفست یک فمینیست در 15 پیشنهاد، نوشته چیماماندا انگوزی آدیشی، ترجمه فاطمه باغستانی، گوینده بهار آلیپور. مقدمه نویسنده. وقتی چند سال پیش یکی از دوستان دوران کودکیم که حالا بانوی زیبا و قوی شده بود از من پرسید که چطور باید دختر کوچولویش را یک فمینیست بار بیاورد، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که خودم هم نمیدانم. به نظرم سوال سختی بود، اما من سخنرانی های زیادی در مورد فمینیسم انجام داده بودم و شاید همین موجب شده بود که او چنین سوال سختی را از من به اصطلاح کارشناس بپرسد. علاوه بر این، سالهای سال تجربه کمک در بزرگ کردن بچه های دوستان و فامیل داشتم. حتی مدتی به عنوان پرستار کودک کار کرده و خواهرزاده ها و برادرزاده هایم را هم خودم بزرگ کرده بودم. دیده ها و شنیده های زیادی داشتم و بیش از هر چیز در این مورد اندیشیده بودم. در پاسخ به پیشنهاد دوستم تصمیم گرفتم برایش نامه‌ای بنویسم و امیدوار بودم این نامه صادقانه و عملی باشد و بتواند به عنوان نقشه راهی برای تفکر فمینیستی کارآمد از آب درآید. این کتاب نسخه ای از همان نامه است که البته برخی جزئیات آن را تغییر دادم. اکنون که خود مادر دختر بچه‌ای دوست داشتنی هستم، میدانم که تا وقتی خودت وسط گود نباشی، دادن توصیه هایی برای بزرگ کردن دختر بچه ها ساده ترین کار است. هنوز فکر میکنم از لحاظ اخلاقی ضروری است که گفتگوهایی صادقانه درباره پرورش متفاوت کودکان داشته باشیم و ساعتها بحث کنیم که چطور میتوان دنیایی عادلانه تر برای زنان و مردان خلق کرد. دوستم در جواب نامه من نوشت که به توصیه هایم عمل میکند و وقتی خودم یک بار دیگر از دید یک مادر نامه ام را خواندم، مصمم شدم تمام توصیه های آن را به کار گیرم. آی جیوله عزیزم، چه نام زیبا و با شکوهی برای دخترت انتخاب کرده ای. چیزالوم آداورا دختر بسیار زیبایی است. فقط یک هفته دارد، اما در این سن کم هم نسبت به دنیای پیرامونش کنجکاو است. چه کار عظیمی انجام داده ای. انسانی را به این دنیا دعوت کرده ای. تبریک، کمترین کاری است که میتوان انجام داد. یادداشت تو مرا به گریه واداشت. میدانی که خیلی وقتها احساساتی میشوم. بدان که خودم را جای تو گذاشتم و بسیار جدی به این فکر کردم که چطور میتوانی دخترت را زنی فمینیست بار بیاوری. و زمانی منظورت را درک کردم که دانستم خیلی وقتها برای شرایط مختلف پاسخی فمینیستی ندارم. فمینیسم برای من همیشه بسته به شرایط تعریف شده است. اصل یا قانون اسبیش تعریف شده ای برای آن ندارم و نزدیکترین روشی که برای آن در ذهنم دارم به کارگیری دو ابزار فمینیستی است که آنها را به عنوان نقطه شروع برایت بازگو می کنم. اولین ابزار اساس فکری توست. همان باور محکم و تغییر ناپذیری که همه ی تصمیم های خود را با آن آغاز می کنی. اساس فکری تو چیست؟ یک اساس فکری فمینیستی می گوید من مهم هستم. من نیز به اندازه مردان ارزشمندم و این ارزشمندی تابع زمان و مکان و اگر و اما نیست. من نیز به همان اندازه مهم هستم. ابزار دوم یک سوال است. آیا می توانی گزینه را برعکس کنی و همان نتیجه را بگیری؟ برای مثال، بسیاری از مردم بر این باورند که پاسخ فمینیستی یک زن به ناباروری شوهرش باید این باشد که او را ترک کند. در حالی که من فکر می‌کنم ماندن نیز انتخابی فمینیستی است، ولی به موقعیت بستگی دارد. اگر همسرتان با زن دیگری بخوابد و شما او را ببخشید، آیا او نیز در شرایط یکسان شما را می‌بخشد؟ اگر پاسخ مثبت است، پس گزینه بخشیدن او میتواند انتخابی فمینیستی باشد، چرا که نابرابری حقوق زن و مرد در آن نقشی ندارد. متاسفانه واقعیت بیشتر ازدواج ها این است که پاسخ این سوال اغلب منفی است و دلیل آن نیز نابرابری جنسیتی است. این ایده مسخره که مردان مرد هستند به این معناست که استانداردهای جامعه برای مردان آسان تر است.
توصیه هایی برای بزرگ کردن دخترم دارم. اما به یاد داشته باش که ممکن است تمام کارهایی که گفتم را انجام دهی و باز هم به نتیجه دل خواهد نرسی. زیراگاه زندگی با به میل خودش پیش می رود. آنچه اهمیت دارد این است که تو تلاشت را بکنی و همیشه و پیش از هر چیز به غرایز و استعدادهایت ایمان داشته باشی. زیرا عشق تو به فرزندت هدایتگر مسیرت خواهد شد. و اما پیشنهادهای من. اولین پیشنهاد: انسانی کامل باش. مادری کردن محبتی با شکوه است. اما خودت را فقط با مادری تعریف نکن. کامل باش و مطمئن باش که کودکت نیز از این موضوع سود خواهد برد. یک بار یکی از روزنامه نگاران پیشکسوت آمریکایی به نام مارلین ساندرز به عنوان اولین زن گزارشگر جنگ ویتنام و کسی که فرزند پسری داشت به گزارشگر جوانتری چنین توصیه کرد: هرگز برای کار کردن از کسی عذرخواهی نکن. تو آنچه انجام می‌دهی دوست داری و دوست داشتن آنچه انجام می‌دهی بزرگترین هدیه برای فرزندت است. این عبارت به نظرم بسیار خردمندانه و تکان دهنده آمد. تو حتی مجبور نیستی عاشق شغلت باشی. فقط می توانی عاشق چیزهایی باشی که شغلت به تو هدیه می دهد. چیزهایی مثل اعتماد به خیشتن و عزت نفس که حاصل کار کردن و پول درآوردن است. راستش این جمله خواهر شوهرت که به تو می گوید بهتر است مادری سنتی باشی و در خانه بنشینی و بچه داری کنی، چون شوهرت دوست ندارد زنش پا به پای خودش کار کند، خیلی هم مرا شگفت زده نکرد. بگذار راحت بگویم که مردم برای توجیه کارها و عقاید خودشان آگاهانه کلمه سنت را به بازی می گیرند تا به خواسته هایشان برسند. به خواهر شوهرت بگو که اتفاقاً سنت قدیم قوم آیگبو این است که در آن مرد و زن با هم کار کنند و سالها قبل از این که نیجریه مستعمره انگلستان شود، مادران این قوم نه تنها کشاورزی می کردند، بلکه در برخی از بخش‌های سرزمین آیگبو تجارت و بازرگانی را منحصراً زنها انجام می دادند. اگر خواهر شوهرت با کتاب و کتابخانه بیگانه نباشد، قطعاً این موضوع را به خوبی می داند. جالبتر آن است که احتمالاً خواهر شوهرت می خواسته با این جملات انتقاد آمیز لطفش را به تو نشان بدهد. می دانم که ناراحت شده ای و البته به تو حق می دهم، اما بهترین کار این است که او را نادیده بگیری. نسبت به کاری که انجام می دهی هر کسی عقیده و نظری دارد، اما آنچه اهمیت دارد کاری است که تو دوست داری برای خودت انجام دهی و یادت باشد قرار نیست همان کاری را انجام دهی که خوشایند دیگران است. لطف کن و این عقیده را که مادری کردن با کار کردن منافات دارد به بوس و دور بینداز. وقتی ما کودک بودیم مادرانمان تمام وقت کار می کردند و ما هم بچه های خوبی از آب در آمدیم. دست کم تو که اینطور بودی. در مورد من هم هنوز باید بررسی کرد و نمی شود نظر قطعی داد. در هفته های اول مادر شدنت با خودت مهربان باش. از دیگران کمک بگیر. انتظار داشته باش که دیگران کمک تو باشند. ما چیزی به نام ابرزن نداریم. والدگری تمرین می خواهد و البته عشق. برای خودت فضایی برای اشتباه کردن و شکست خوردن قائل شو. زنی که تازه مادر شده است لزوماً همه چیز را در مورد گریه بچه نمی داند و قرار نیست به راحتی او را آرام کند. تصور نکن که باید همه چیز را بدانی. کتاب بخوان، در اینترنت جستجو کن، از والدینی که تجربه بیشتری دارند سوال کن و یا در نهایت آزمون و خطا کن. اما فراتر از همه اینها بیشتر تمرکزت را بر کامل بودن خیش بگذار. برای خودت وقت بگذار و به نیازهای خودت نیز پاسخ بده. لطفاً به این فکر نکن که باید همه چیز را به بهترین شکل انجام دهی. در فرهنگ ما به زنی که قادر باشد همه کارها را به درستی و کامل انجام دهد ارج می نهند. ولی کسی به اساس فکری این ارج گذاشتن نمی اندیشد. من هیچ علاقه ای به این بحث ندارم که زنان باید همه چیز را کامل و بی نقص انجام دهند، زیرا این مبحثی است که حتی در تمام مذاهب رد و تأکید شده که خانه‌داری و مراقبت از فرزندان صرفاً در حوزه زنان نیست
و باید به جای طرح این سوال که آیا زنی میتواند تمام کارها را به خوبی انجام دهد، این پرسش مطرح شود که یک زن به چه شکل میتواند از حمایت لازم برای کار در هر دو حوزه خانه و محیط کاری بهره مند شود. پایان بخش اول. ممنون که تا پایان همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظرهاتون از ما حمایت کنین. تا فردا، خدا نگهدار.